دیپلماسی موفقیت آمیز بین ایران و آمریکا با پادرمیانی سوئیس. دو زندانی بین دو کشور مبادله شدند. در 60 دقیقه امشب میپرسیم که آیا گفتگوهای پشت پرده در جریان است؟ همچنین در برنامه امشب، برای دولت آمریکا بسیار مهمه که معترضان بدونن که ما از اونها حمایت میکنیم. ما از مردمی که در تلاشن تا از حقوق و آزادی خود دفاع کنند حمایت میکنیم. فرقی نمیکنه که یک معترض صد و یا هزاران معترض باشه. گفتگو با سخنگوی وزیر خارجه آمریکا درباره اعتراض ها در ایران. روز دانشجو در ایران با شعارهای ضد حکومتی همراه شد، زیر سایه جوی امنیتی. و بحران آلودگی صنعتی و شیمیایی در ماهشهر، آلودگی جیوه در این قطب اقتصادی ایران چقدر جدی است؟ و همینطور سایه سنگین تحریم‌های آمریکا بر تجارت اروپا با ایران، آمار واقعی مبادلات دو طرف چقدر است؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در اوج تنش میان تهران و واشنگتن، در گرماگرم بحث‌ها درباره اعتراض و سرکوب بی سابقه در ایران، یک مبادله میان دو طرف انجام شد، مبادله زندانی. آمریکا یک ایرانی را رها کرد و ایران هم یک آمریکایی چینی تبار را، هر دوی زندانیان با سابقه دانشگاهی. از ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه در زوریخ سوئیس به استقبال مسعود سلیمانی رفت. ژیاو وانگ را هم برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تحویل گرفت. مبادله زندانی پیشنهاد محمد جواد ظریف بود و آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران یکی از شرط‌های وزیر خارجه آمریکا. چطور کار به یک باره به اینجا رسید؟ آن هم در لابلای فصلی دیگر از دشمنی میان دو طرف. آیا به رغم تندمزاجی‌های سیاستمداران پشت پرده حرف از گفتگو و معامله است؟ قبل از تحلیل ماجرا میریم سراغ بهمن کلباسی، همکارم در نیویورک. بهمن، چه اطلاعاتی داریم از این مبادله؟ می‌دونیم که آقای سلیمانی رو براین هوک، هماهنگ کننده سیاست آمریکا در برابر ایران، با یک هواپیمای نظامی آمریکا به زوریخ برده و بعد یک هواپیمای دولت سوئیس هم آقای وانگ رو از تهران به زوریخ آورده. البته آقای ظریف هم جداگانه باز به زوریخ رفته تا آقای سلیمانی رو تحویل بگیره. در شبکه اجتماعی توییتر آقای ظریف اشاره کرد به اینکه خوشحال از اینکه هر دو مرد آزاد شدن و این تاییدی بر این مبادله بود. طرف آمریکایی آقای پومپئو و همچنین بیانیه کاخ سفید داد اشاره‌ای به اینکه اینجا مبادله زندانی شده نکردند، فقط ابراز رضایت کردند از آزادی آقای وانگ. ولی آقای پومپئو در آخر گفت که خوشحال از اینکه دولت ایران نقش سازنده اینجا بازی کرده. معمول نیست در این دو سه ساله بین دولت آقای ترامپ و دولت ایران ما کلماتی بشنویم که نشان از غیر از دشمنی داشته باشه، در نتیجه این یه مقداری متفاوت است با لحن معمول. و فراتر از اون اینکه روزنامه‌های آمریکایی گزارش دادن که طرف آمریکایی علاقمند بوده که حداقل یا اطلاعاتی از آقای باب لوینسن، آمریکایی که سالها پیش در جزیره کیش ناپدید شد، به دست بیاد در مقابل آزاد کردن آقای سلیمانی. و وقتی که طرف ایرانی با این توافق نمی‌کنه و میگه اطلاعاتی نداریم، اون وقت است که طرف ایرانی بوده که پیشنهاد میده ما حاضریم آقای وانگ رو با آقای سلیمانی اینجا مبادله بکنیم. میگه آقای سلیمانی متهم شده بود که یه مقدار به اصطلاح مواد پروتئین مصنوعی که برای تحقیقات پزشکی لازم داشته رو، نه خودش، حتی یکی از دستیاران پزشکیش، یه مقدار محدودی از اینو می‌خواسته به ایران ببره. گفتن این دور زدن تحریم هاست. و آقای وانگ هم که وقتی به تهران مشغول تحقیق در متون تاریخ ایران بود متهم به جاسوسی شد. سه سال است که در اوین است. ولی به هر حال یک قدمی است که یه مقداری غیر منتظر است. ولی با این پیش زمینه که یادمون باشه، هم خود آقای ظریف اینجا پارسال صحبت از این کرد که اختیار کامل داره برای اینکه یک چنین مبادله ای صورت بگیره، و بعد هم وزارت خارجه همین دو سه ماه پیش هم با صحبت از این کرد که یک لیستی دادن به طرف آمریکایی برای چنین مبادله ای. دانش زمینش فراهم بوده. به هر حال همین که در این فضای پرتنش تونستن یکی از این مبادلات رو انجام بدن، یه گام کوچکی به جلوست. راه گفتگو بازتر میشه؟
طرف آمریکایی رسما به روزنامه نیویورک تایمز موضع رسمیشون این است که نه به این به عنوان یک گامی به سوی گشایش جدید در روابط تهران و واشنگتن نباید نگاه کرد. این به این معنا نیست که ما فردا حالا شروع می‌کنیم در مورد دیگر مسائل مورد اختلاف صحبت بکنیم. حتی بعضی از خانواده‌های دیگرانی که در زندان هستند در ایران ابراز نارضایتی کردن از اینکه چرا اونها مثل هم با خانواده بابلمسین هم سیامک نمازی و باقر نمازی برادرش، اونها همه گفتن که کاش بقیه هم آزاد می‌شدن. در نتیجه هنوز حتی در مورد زندانیان راه درازی است که همه موارد حل بشه، ولی قطعا هم در دولت آقای ترامپ، البته نه به میزانی که بتونه خیلی قدرت داشته باشه، ولی به هر حال کسانی هستن که بعد از خروج آقای بولتون علاقه‌مندن که یه گفتگوهای صورت بگیره با ایران، اونها یه مقداری دستشون ممکن است بازتر بشه. خود آقای ترامپ هم که بارها تاکید کرده که دنبال یک توافق هست. طرف ایرانی هم شاید کسانی باشن که بتونن با اشاره به این مبادله بگوین، همچنان امید هست که بشه از طریق دیپلماتیک یه مقداری از تنش‌ها کاست، ولی تاکید آمریکایی‌ها این است که به این نباید به عنوان یک آغاز برای گفتگوهایی که به صورت اتفاق بیفته و دیگر مسائل رو حل بکنه نگاه بشه. ممنونم از همکارم بهمن کلباسی در نیویورک با ما. اما مهدی نوربخش استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا از همین شهر با ماست. آقای نوربخش، در این شرایط یک باره این خبر اعلام شد، تحلیل شما چیه؟ والا من این رو قدم مثبتی میدونم، به این تعبیر که میدونی که وقتی آقای ظریف اومد توی سازمان ملل در مجمع عمومی، یکی از پیشنهادات آقای ظریف این بود، از آن زمان این پیشنهاد دولت بوده تا اینجا تونستند رهبری و نظام رو قانع بکنن. این که بعد از این چه اتفاق میفته بستگی به رهبری نظام ایران داره و آمریکا هر دو. من خیلی نمیتونم خوشبین باشم، خوشبینتر میبودم اگه تعداد بیشتری آزاد میشدن که ایران بتونه نیت خودش رو برای این قدم مثبت اول برداره و نشون بده. به هر بار قدم مثبتی هست، اما این که میشد واقعا خوشبین بود یا نبود این مسئله است. ببینید، در گذشته ما سه فرصت بزرگ تاریخی رو برای حل مشکلات خودمون با آمریکا دست دادیم و هر بار رهبر جمهوری اسلامی جلوی این سه فرصت رو گرفته است. فرصت اول فرصتی بود بین کلینتون و آقای خاتمی. رهبری جمهوری اسلامی تا جای پیش رفت که حتی در داخل گفت که به آقای خاتمی اعتماد نمی کنه. این فرصت اولی بود که از دست رفت. فرصت دوم از ابتدای دولت اوباما بود. می دونید که رهبری جمهوری اسلامی شخصی رو به نام دکتر صالحی که مسئول برنامه هستی ایران بود، با آمریکایی‌ها در تماس نگه داشته بود و اینها مراوده داشتن با هم. اگه دولت ایران کوشش میکرد از ابتدای دولت اوباما مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه، می دونید که در دو سال اول دولت اوباما دموکرات‌ها کنگره رو در دست داشتن و میتونست که برجام برید مورد تایید کنگره قرار بگه. این فرصت دوم هم از طریق رهبری از دست رفت. و فرصت سوم؟ فرصت سوم ملاقاتی هست که آقای ظریف با تیلرسون میکنه در حقیقت در ابتدای دولت ترامپ. تیلرسون بعد از این ملاقات بسیار در حقیقت تعریف میکنه از آقای ظریف. 6 ماه بعد از این ملاقات آقای تیلرسون از کار برکنار گذاشته میشه و آقای ظریف در این 6 ماه میتونست به هر بار از این فرصت استفاده بکنه، به خاطر که آقای تیلرسون و مک ماستر هر دوچایی مخالف بودن که دولت آمریکا از برجام خارج بشه. این فرصت سوم هم توسط رهبری جمهوری اسلامی متاسفانه از دست رفت. خب البته باز جمهوری اسلامی حرفش اینه که وقتی آمریکا از برجام خارج شد کل فضا تغییر کرد. در هر صورت آیت الله خامنه‌ای خیلی تاکید داره که وارد مذاکره با آمریکا نشیم، به هیچ وجه هم این کار صورت نمیگیره، بعیده که این اتفاقها بدون مذاکره انجام شده باشه، پیش رفته باشه. آیا آنچه که علنی گفته میشه توسط آیت الله خامنه‌ای با آنچه که در خفا صورت میگیره متفاوته؟ به نظر من متفاوته. رهبری جمهوری اسلامی یک دونه بیس داره، یک دونه در حقیقت پایه در ایران داره، در مقابل اون نمیخواد هنوز کوتاه بیاد. حالا مشکلات اقتصادی چگونه پیش میاد یه بحث دیگه است. ببینید، من وقتی که صحبت از تیلرسون میکنم، این زمانی هست که هنوز دولت ترامپ از برجام خارج نشده، یعنی بزرگترین فرصت رو ایران از دست داد که خودش رو در مقابل چالش
خارج شدن ترامپ از برجام قرار نده. اون وقت بود که ایران لوریجای مختلفی داشت میتونست استفاده بکنه و وارد یک مذاکره بشه. گفتم الان اون چیزی که آقای خامنه‌ای در داخل صورت میدن در مقابل بیس محافظه‌کار راستگرای کشور بحث دیگه است با اون چیزی که حالا در دنیای خارج می‌بینیم. من امیدوار هستم که از این فرصت الان استفاده بشه و ایران حاضر بشه که به هر باب بیاد برای مذاکره. آقای نوربخش خیلی کوتاه، در شرایطی که حرف از اعتراض و سرکوب خشونتبار معترضان در ایران هم در ایران موضوع بحث روزه و هم در مجامع بین المللی، این اتفاق باعث روحیه گرفتن جمهوری اسلامی نمیشه؟ یه مقداری میخوان فشار رو کم بکنن، در این هیچ بحثی نیست. اما بهتون بگم که آمریکایی‌ها دنبال دموکراسی در ایران نیستن، همونجور که در عربستان سعودی نبودن و در بقیه نو، خصوصا در زمان ترامپ. اینه که مشکلات و مسائل ایران به داخل برمیگرده، اینکه رهبری جمهوری اسلامی یک روزی تصمیم بگیره که با مردم ایران با اکثریت آشتی بکنه، اون یه بحثی است که متاسفانه هنوز حول و حوش اون رهبری جمهوری اسلامی نرفته. ولیکن گفتم یه مقداری به هر بار تن اشاره کم میکنه. من با شما موافق هستم. ممنونم از مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا از همین شهر با ما. درباره تعداد کشته های اعتراض های اخیر در ایران آمارهای متفاوتی ارائه شده، از جمله برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران حرف از احتمال کشته شدن تا 1000 نفر رو مطرح کرده بود. گفتگوی داشتم با مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و اول از او پرسیدم که دولت آمریکا چطور به چنین رقمی رسیده. Well, you know, it's very hard to determine the exact number killed in Iran because بسیار مشکل میتونیم تعداد دقیق کشته ها در ایران رو معین کنیم، زیرا حکومت ایران از حضور نمایندگانی از طرف سازمان ملل یا هر سازمان غیر وابسته ای ممانعت میکنه. اما پیش بینی ها از کشته شدن بین صدها تا حتی هزار نفر حکایت داره. ما همچنین باور داریم که دست کم 7000 ایرانی در ارتباط با اعتراض های اخیر زندانی شدند. اما باید این را بگویم که به اعتقاد ما حتی یک نفر هم خیلی زیاده. کشته شدن یک ایرانی در این اعتراضات یا زندانی شدن یک ایرانی به خاطر اعتراض بسیار زیاده. برای دولت آمریکا بسیار مهمه که معترضان بدونن که ما از اونها حمایت میکنیم. ما از مردمی که در تلاشن تا از حقوق و آزادی خود دفاع کنند حمایت میکنیم. فرقی نمیکنه که یک معترض صد و یا هزاران معترض باشه. هر زمانی که حتی یک ایرانی که برای صلح یا به فساد گسترده اعتراض میکنه کشته یا زندانی میشه، همون یک نفر هم زیاده. کاملا درست، حق با شماست، ولی عدد اینجا خیلی مهمه. کشتار هزار معترض حدس شماست یا حرفی بر اساس شواهد محکم؟ این یک حدس و گمان نیست، این بر اساس آماری است که نهادهای بین المللی ارائه کردند. شما می توانید این آمار را از نهادهای مختلف بگیرید، از جمله سازمان ملل که در تلاش است تا این آمار را مشخص کند. قطعا بسیار سخت است وقتی رژیم ایران هر گونه دسترسی برای مشخص شدن ابعاد ماجرا را مسدود می کند، اما ما مکانیزم های متعددی برای اینکه معترضان به ما دسترسی داشته باشند در نظر گرفته ایم و در هفته های گذشته وزارت خارجه کانال تلگرام در این وزارتخانه را در اختیار معترض زان گذاشته تا آنها بتوانند پیام ها، تصاویر و ویدیوهای خود را برای ما بفرستند. میتونم بگم که تا دیروز بیش از 32000 پیام دریافت کرده ایم و مطمئنم که این از دیروز تا حالا تعدادش خیلی بیشتر شد. میخوام به معترضان در ایران بگم که همچنان میتونم با استفاده از حساب تلگرام وزارت خارجه آمریکا پیام های خود یا شواهدی که از خشونت ها علیه حقوق بشر در ایران دارند برای ما ارسال کنند و زمانی که ما این اطلاعات را به دست بیاریم در همکاری با وزارت خزانه داری و نهادهای بین المللی مقام های رسمی می حکومت ایران را پاسخگو می‌کنیم. Mr. Hook said that the United States had taken a آقای هوک گفت که آمریکا در 18 ماه اخیر گام‌های متعددی برداشته که مردم ایران بتونن سانسور اینترنت رو دور بزنن. او گفت، نقل قول می‌کنم، ما تونستیم ابزارهای دور زدن رو در اختیار مردم ایران قرار بدیم که به اونها اجازه میده در زمان سانسور اینترنت با هم ارتباط برقرار کنن. این ابزارهای مدرن چه ابزارهاییه؟ What are exactly these circumvention tools?
نمیخوام خیلی وارد جزئیات اون چیزی بشم که برایان هوک به اون اشاره کرده، اما فکر میکنم این مهمه که به یاد داشته باشیم که ما نیازی به این نوع ابزار نداشتیم اگر حکومت ایران به مردمش اعتماد میکرد. اگر آنها اعتماد میکردند و اجازه میدادند مردم ایران آزادانه به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند. برای همین است ما هفته گذشته وزیر ارتباطات ایران را تحریم کردیم، چرا که او یکی از مقام‌های رسمی بود که مسئول قطع اینترنت در ایران بود. به نظر ما این کار به نوعی نشان دهنده نبود امنیت برای حکومت ایران است. نه تنها فقدان احترام به مردم ایران، بلکه نشان می‌دهد آنها تا چه اندازه در ارتباط با مردم خودشان احساس امنیت نمی‌کنند و به خاطر اعتراض‌ها اینترنت را قطع می‌کنند. ما حتی در جریان جنبش سبز در سال 2009 هم شاهد قطع اینترنت نبودیم، اما در مقابل وقتی شاهدیم که طبقه کارگر علیه حکومت به پا می‌خیزه و اعتراض می‌کنه و اینترنت قطع میشه، به وضوح نشون میده که این گروه از مردم هستن که رژیم ایران از اونها میترسه. در اینجا یک راه حل مشخص وجود داره، اینکه رژیم ایران باید دسترسی مردم به اینترنت آزاد رو مهیا کنه و از مردمش نترسه. ولی ابزارهای دور زدن مهمه. آیا شما درباره انتقال وسایل و ابزارهای الکترونیکی حرف میزنین یا چیزی دیگه؟ من در این باره صحبت نمی کنم چون نمی خوام به رژیم ایران بهانه جدید بدم که جلوی دسترسی مردم به اینترنت آزاد رو بگیره. بعد از این اعتراض‌ها آیا تلاشی بوده که از کانال‌های غیررسمی با مقام‌های ایران حرف بزنید؟ همیشه این سوال درباره روابط پنهانی مطرح میشه که شاید مربوط به دوره‌های دیگه یا دولت‌های قبلی باشه. ما باز و راحت حرفمون رو می‌زنیم و امیدوارم که مقام‌های ایران این گفتگو رو نگاه کنند. مایک پومپو 12 گام پیش روی ایران گذاشته که بسیار خوشحال خواهیم شد در ارتباط با این گام‌ها با مقام‌های این کشور گفتگو کنیم. این 12 گام در واقع الگوهای رفتاری است که رژیم ایران باید رعایت کنه تا به عنوان کشور نرمال به جامعه جهانی برگرده. ما خواهان بازگشت ایران به جامعه جهانی هستیم و می‌خوایم مثل یک کشور عادی رفتار کنند. بنابراین نیازی به روابط پنهانی نیست و من الان به آن دسته از مقام‌های ایران که این گفتگو رو نگاه می‌کنند میگم که شما 12 گام برای بازگشت به جامعه جهانی دارید و امیدواریم که به طور جدی این گام‌ها رو در نظر بگیرید. دولت آقای ترامپ بر فشار حداکثری تاکید داره، حاکمیت ایران هم میگه که قصد گفتگو با ایران رو نداره. چه راهی رو برای برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد میکنید؟ Any exit plan from your point of view? راه برون رفت در دست رژیم ایرانه که باید تصمیم بگیره. اونها هستن که در تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه و رفتارهای تحریک‌آمیزند. اینجا میخوام برای این نکته تاکید کنم که ما سیاست فشار اقتصادی حداکثری رو در نظر گرفتیم، اما دولت آمریکا در این حال راه دیپلماسی رو هم در پیش گرفته. دونالد ترامپ و مایک پومپو وزیر خارجه در موقعیت‌های مختلف تلاش کردند تا از راه دیپلماسی هم موضوع رو پیش ببرند، اما هر بار با انواع واکنش یا تهدید از سوی حکومت ایران مواجه شدیم. در حالی که فشار حداکثری اقتصادی همچنان ادامه داره، در این حال همونطور که گفتم ما کنار مردم ایران هستیم و خواهان یک راه حل صلح‌آمیزیم. آقای ترامپ بارها تکرار کرده که خواهان جنگ با ایران نیست. ما می‌خوایم با مردم ایران به صلح برسیم. می‌خوایم حکومت ایران رفتاری عادی داشته باشه. بر این اساس هر زمان حکومت ایران بپذیره که رفتاری مناسب را در پیش بگیره و بخواد به جامعه بین‌المللی برگرده، ما برای گفتگو آماده‌ایم. مورگان اورتگاس بود، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا. امروز در ایران روز دانشجو بود. بعضی از مسئولان در چند دانشگاه در مراسم این روز برای دانشجوها سخنرانی کردند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که به دانشگاه تهران رفته بود. این در حالی است که در چند دانشگاه دانشجویان تجمعات اعتراضی برگزار کردند و به وضعیت خود و همینطور اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور اعتراض کردند. مهدی بیگی نگاهی کرده به مطالبات اخیر دانشجوها و همچنین پیشینه جنبش های دانشجویی در ایران. شانزدهم آذر، روز دانشجو، روز گفتن و شنیدن از مشکلات و مطالبات این قشر بزرگ، مشکلاتی که کم نیستند. ستاره در پرونده، دانشجومون در بنده، شعارهایشان گویاست. جواب ما تفنگ نیست، این همه پشت کم نیست. میگویند جای دانشجو زندان نیست، دانشگاه امن میخواهند نه امنیتی، و حق دسترسی آزاد به اطلاعات. سرکوب پایان راه نیست، مقاومت زندگی است. به حق آزادی بیان که چندان امیدی نیست، و همینطور به آزادی بعد از بیان. زندانی سیاسی
از سه هفته پیش و با اوج گرفتن اعتراض ها به گرانی بنزین و وضعیت معیشتی و سیاسی ایران، عده زیادی از دانشجویان معترض هم بازداشت شدند. چهار روز پیش سخنگوی قوه قضاییه آماری از تعداد دانشجویان بازداشتی داد. و من اینجا اعلام میکنم که امروز از تعداد دانشجویان بازداشتی اکثریت قریب به اتفاق اونها آزاد شدن. بازداشتی های فعلی دانشجویانمون کمتر از عدد انگشتان یک دست است. دانشجوی مسلمان صدای مسلمان. به گفته خبرگزاری های ایران، امروز در این مراسم در دانشگاه تهران که رئیس قوه قضاییه در آن حضور داشت، در آغاز مراسم مجری از آزادی آخرین دانشجوی بازداشتی اعتراض‌های اخیر خبر داده. این در حالی است که تشکل‌های دانشجویی می‌گویند تعداد دانشجوهای بازداشتی در کل کشور بسیار بیشتر است و مقام‌ها تنها در مورد بازداشتی‌های چند دانشگاه صحبت کردند. بعد از اعتراض‌های سال 88 و 96 هم عده زیادی از دانشجوها بازداشت شدند. عده‌ای هنوز در زندانند و مشکلات عده دیگر هنوز ادامه دارد. از جمله دانشجوهای ستاره دار، دانشجوهایی مثل سوها مرتضایی. خانم مرتضایی دبیر سابق شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران پارسال به 6 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شد. مقام های ایران همواره در روز دانشجو سعی کردند با سخنانی نرم دل دانشجوها را به دست آورند. نفس این نگاه نقادانه رو من 100% تایید میکنم. من میگم این نگاه نقادانه و دغدغه‌مند از دانشجو و محیط دانشگاه نباید گرفته بشه. غایب بزرگ امسال مراسم روز دانشجو رئیس جمهوری ایران است. او هم در گذشته بارها از وعده رسیدگی به مطالبات دانشجویان و همینطور از سیاست تشویق به جای تنبیه سخن گفته بود. نقد باید آزاد باشه، مخصوصا تو دانشگاه، مخصوصا استاد دانشگاه. گفتار این است، اما عمل حکایتی دیگر. در این مورد به نظر می رسد تاریخ همواره دارد تکرار می شود. تاریخی که با کشتار دانشجویان در 66 سال پیش و بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 اتفاق افتاد. اعتراض دانشجوها به حضور نظامی ها در دانشکده فنی دانشگاه تهران و کشته شدن 3 دانشجو که علت سبت 16 آذر به عنوان روز دانشجو بود. روزی تاریخی که به تعبیری تولد جنبش های دانشجویی ایران هم بود. جنبش هایی که ادامه پیدا کرد و به جایی رسید که در سال 1356 نمایندگانش اینطور بیپروا در برابر آخرین شاه ایران و همسرش از سرکوب ها گفتند. هر دستی که به سوی دانشجو و دانشگاه برای تحقق خواسته ها، منافع و مصالح خاص خود و در مقابل خواسته های توده های وسیع ملی از آستین بدرآید باید از بیخ قطع شود. این است هدف بزرگ ما در جریان تاریخ معاصر ایران در این لحظاتی که مشهون از حرکت و سازندگی است. بنابراین دیگر حادثه آذر ماه در تاریخ دانشگاه نخواهد آمد. 20 سال پیش مقابل دانشگاه تهران، آرمانی که البته محقق نشد و باز مشابه آن در 18 تیر ماه 1378 و بعد از آن در جریان اعتراضات سال 88 و دی ماه 96 و آبان 98 تکرار شد. تاریخ تکرار می شود، اعتراض دانشجوها تکرار و عدم پاسخگویی مسئولان هم تکرار. مهدی بیگی، بی بی سی. نریمان مصطفی عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک از فیلادلفیای آمریکا با ماست. آقای مصطفی، در گزارش اشاره شد حرکت هایی هست، ولی تا چه اندازه میشه این حرکت ها رو جدی گرفت، مثلا پیوند داد با اعتراضاتی که اخیراً سرتاسر ایران رو گرفت؟ جنبش دانشجویی، سلام میکنم اول به شما و بینندگانتون. جنبش دانشجویی خب همیشه یه بخشی از به اصطلاح جریان وسیع‌تر
جنبش‌های اجتماعی در ایران بوده، یعنی روزگاری که حساب بکنید با حزب توده و نهضت ملی همراهی داشته، یه دوره چریک شده، دانشگاه رو سنگر مبارزات خلقی کرده، یه موقع اشغال سفارت کرده، جبهه رفته، با امپریالیسم جنگیده، اومده خودش دانشجو رو کتک زده، پاکسازی کرده دانشگاه رو، به دو خرداد دل بسته، وارد جنبش سبز شده، به اصطلاح انتخابات رو تحریم کرده و همینطور مثل بسیاری بخش زنده از جامعه، موازی رو که جامعه به اصطلاح در اون دوره محبوب در بوده نمایندگی کرده. به همین دلیل خب یه بخشی از یه بخش به اصطلاح آینه تمام نمای جریاناتی هست که در مقیاس کلانتر در جامعه اتفاق میفته، جنبش دانشجویی، و قطعاً پیوندهایی رو هم داره. ولی خب دلیل اینکه این به اصطلاح اتفاقات بیشتر توی دانشگاه میفته، یکی اینه که خب آزادی نسبی توی محیط دانشگاه وجود داره نسبت به خارج دانشگاه، و یک دانشگاه یک محیطی هست، تجمع نخبگانی هست که جوان هم هستن و طبیعتاً آرمانگران، و دانشگاه هم متاسفانه در کشور ما خب یک محیط سیاست زده است، و اینطور هست که این جریانات، کشمکش‌ها و ناملایمات سیاسی و اجتماعی رأی و همیشه به دانشگاه پیدا کردن. بسه. حالا چه جنبش‌های مخالفین، چه حکومت‌ها، به هر حال از طرفی هر کدوم به اصطلاح کشیدن دانشگاه رو، و دانشگاه هم مثل عرصه‌های دیگر اجتماع میدان جنگ حکومت‌ها و مخالفین آنها بوده. گزاره جالبی رو مطرح کردید، متاسفانه دانشگاه سیاست زده است، چنین چیزی رو گفتید. محسن مهیمنی عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران هم از دوبلین ایرلند با ماست. بد نیست که از همین جا شروع بکنیم. آقای مهیمنی، چقدر با این موضوع همراهید و موافقی بید که در ایران دانشگاه سیاست زده است؟ راجب سیاست زدی که خب اول باید ببینیم که راجب چی صحبت میکنیم. سیاست به معنی مشارکت در تصمیم گیری هایی هست که بر سرنوشت شهروندان اثر میذاره. خب دانشجو هم استثنا نیستن، از شهروندان جامعه هستن و حق دارن، همونطور که دوستمون گفتن، علاقه دارن به واسطه سن و دانشی که دارن که تأثیر بذارن روی جامعه، و این خود به خود چیز منفی نیست. ولی این سیاست زدگی که ما ازش یاد میکنیم اینجا به عنوان یک موضوع منفی، در واقع این که در جامعه خلاء فعالیت احزاب حساب میشه، یعنی احزاب فضای کار کردن رو ندارن، و این خود به خود بار فعالیتی که احزاب باید در بیرون از محیط دانشگاه داشته باشن رو میاره میذاره روی دوش فضای دانشگاه و دانشجوها، و اینها رو میاد درگیر میکنه با مسائل روز، با مسائل و استراتژیایی که نظام میخواد داشته باشه، با سیاست های خورده نظام، و اینها رو خود به خود درگیر میکنه با کشمکش های بیرون دانشگاه که در واقع کارکرد جنبش های دانشجویی نیست. بسه. به این معنا دانشگاه سیاست زده هست. بله آقای مصطفی، گویا نظر شما هم اینه که شبه فعالیت حزبی به دانشگاه وارد شده، دانشگاه شده سیاست زده، ولی آیا اونقدر فضا باز هست که اظهار نظرهای سیاسی در دانشگاه آزادانه انجام بشه؟ آنچه که ما میشنویم حاکی از این است که گویا فضا بسیار امنیتی است و بسته. ببینید این حرف درسته، یعنی وظایفی که برای جنبش دانشجویی، حتی کسانی که طرفدار به اصطلاح فعالیت جنبش دانشجویی هستن، اینه که دانشگاه زبان گویای جامعه باشه، که خب گوش شنوایی همونطور که بگید در حکومت وجود نداره. اینه که جنبش دانشجویی بخواد به توده‌های مردم آگاهی بده، که مردم ماشاءالله امروز همه چی آگاهن، با گسترش شبکه‌های اجتماعی و برهنه شدن تیغ استبداد واقعا چیزی نمونده که دانشجو بخوان به گوش کسی برسونن. نکته دیگه هم هست این که یه صحبتی راجع به هزینه‌ها میشد، که هزینه‌ها در گذشته توی دانشگاه پایین‌تر بود، به این دلیل مبارزین گریز از خیابان خیلی وقت ترجیح می‌دادن که بیان توی دانشگاه فعالیت بکنن، که اونم اعمال نمیشه. اما حکومت ایران در مجموع نه، این اجازه رو به دانشگاه نمیده، اون آزادی نسبی هم توی دانشگاه هم دیگه حاکم نیست، به خاطر اینکه مهم‌تر از همه حکومت ایران یک حکومت ضد علم و یک حکومت به اصطلاح دانش ستیزه، و تمام تلاش رو این مدت هم کرده که دانشگاه رو از اون مفهوم حقیقی خودش خالی بکنه، با اخراج کردن منتقدین، با پاکسازی کردن استادهایی که به هر حال دگراندیش هستن، با بازنشسته کردن اجباری و با وارد کردن به اصطلاح آدمای ناحسابی در قالب گروه‌های
امنیتی و نظامی و بسیج و غیره و چارهایی مثل اسلامی کردن علوم انسانی و مانند اینها خیر، یعنی همچین محیطی هم در دانشگاه فراهم همین میشه. مواردی که آقای مصطفی گفتند آقای مهمنی ممکنه از طرف حاکمیت اینطور الغا بشه که بله ما اگر افرادی رو اخراج کردیم یا زمینه فعالیت اونها رو گرفتیم به خاطر این بوده که دانشگاه سیاست زده نشه، دانشجو حواسش به درسش باشه. خب بله، اینکه دانشجو حواسش به درسش باشه چیزی که بیان میشه چیز اصل درستیه. خب دانشجو حواسش به درسش هم باید باشه و در کنارش حس مشارکت جوییش رو هم داشته باشه. خب کشورهای اروپایی به واسطه اینکه احزاب فعال هستن بیرون دانشگاه، شما نمیبینید دانشجوها وارد مسائل روزمره سیاسی بشن. اگر هم بشن به واسطه جنبش دانشجویی، جنبش خاصیتش اینه که مقطعی کار میکنه و یک مطالبه یا چند مطالبه رو در یک زمان خاص پیگیری میکنه و رها میکنه. ولی به واسطه اینکه توی ایران فضای بیرون دانشگاه بسته هست، این آزادی ها از احزاب سلب شده. داخل دانشگاه هم میبینیم که این دانشجوها هستن که بعد این بارو بکشن و داخل دانشگاه هم این تحمل نمیشه به واسطه آیین نامه ها، به واسطه تغییر اساتید و اون کاری که حکومت میکنه هم دقیقاً عین سیاست زدگی و اعمال سیاسی و بازی سیاسی است که داره داخل دانشگاه با تصفیه اساتید و دانشجو و ستاره دار کردنشون انجام میده. فرقی با اون سیاست زدگی که این میگن نداره. آقای مصطفی، با توصیفی که شما کردید و مواردی که آقای مهیمنی گفتند، میشه در شرایط فعلی از جنبش دانشجویی در ایران سخن گفت؟ ببینید، اولا فعالیتی به اون صورت دیده نمیشه که این کار جنبشی باشه. بعد هم خب به نظر من این هم صرفا خیلی منفی هم نیست. کی گفته که اگر هم محیط بیرون آزادی کافی توش وجود نداره، ما دانشگاه مجبوره که زبان گویای جامعه بشه؟ چرا باید ما به هر حال دانشگاه نهادی در خدمت آموزش عالی و یک نهاد پژوهشی هستش و اگر مملکت ما به هزار دلیل حزب درست حسابی نداره، روزنامه درست حسابی نداره یا محیط فعالیت سیاسی به هر دلیلی در خارج از دانشگاه فراهم نیست، چه دلیلی داره که ما هم کمک کنیم که مملکت دانشگاه درست حسابی هم نداشته باشه؟ و هر حال من خودم به عنوان یه فعال سابق دانشجویی میتونم این اعتراف رو بکنم که ما خیلی بیشتر از اینکه اهتمام داشته باشیم به فعالیت تحصیلی و آموزشی و پژوهشی درگیر مسائل سیاسی بودیم. و من فکر میکنم با وجود اینکه یک مزایای کوتاه مدتی همونطور که مهمان دیگه برنامه گفتن ممکنه گاهی حرکت های دانشجوی از جنس جرقه هایی داشته باشه که گاهی جنبش هایی ایجاد بکنن یا گاهی فضای تیره و تاری رو بشکنن، در نهایت اون چیزی که مملکت بابت داشتن دانشگاه سیاست زده و نداشتن محیط علمی از دست میده خیلی بیشتر از دستاوردهاش هست. البته سکوتی که حکومت ایجاد میکنه در خدمت گسترش علم هم نیست در دانشگاه، یک سکوت قبرستانی هست که خیلی فرق میکنه با آرامشی که مورد نیاز در فعالیت آکادمیک هست. متأسفانه حکومت ایران هم خیلی قصد دست اندازی و تصرف محیط دانشگاه رو داره. آقای مهیمنی، موافقید با این ارزیابی؟ با ارزیابی موافقم، ولی خب این نکته رو هم باید اضافه بکنم که جنبش دانشجویی تو ایران، سوالی که پرسیدید اینکه وجود داره یا نه، من جوابم مثبت هست، به این معنی که به صورت مقطعی داره کار میکنه و شاید بیشتر از حدی هم که باید داره کار میکنه. جنبش زنده هست، ولی به این موضوع بخوایم بپردازیم که این جنبش چگونه داره رفتار میکنه، روی چه مواردی تاثیر میذاره و عملکرد و تاثیرش چی هست، اینو باید بیایم در شبکه، در فضای بزرگتر جامعه بسنجیم و ببینیم که احزاب با دانشگاه چه برخوردی دارن، چقدر همراه هستن، نهادهای نظامی چقدر دارن دخالت میکنن. اینها هم فاکتورهایی هستن که رفتارهای جنبش دانشجویی که چقدر خشونت طلب هستن، چقدر صلح طلبن، گفتمانشون و شعارهاشون چی هست، اینا همه فاکتوری هست که اینو تحت تاثیر قرار میده و ما نمیتونیم دانشگاه رو جدا بکنیم از این و راجبش قضاوت بکنیم، راجب جنبش دانشجویی اگر بخوایم قضاوت بکنیم. آقای مصطفی، بذارید یه جوری ساده تر بپرسم. شما دانشجو بودید، در دانشگاه مثلا میخوندید که آزادی بیان خوبه، میخوندید که باید فضای سیاسی باز باشه، نوع خاصی از اقتصاد ممکنه که به درد ایران بخوره و در بیرون چنین اتفاقی نمیافتاد. آیا واکنش طبیعی شما اعتراض و همراه شدن با اون جنبش نبود؟ ببینید، ما تو مملکتمون وقتی که ما بچه بودیم تلویزیون فقط قرائتی نشون میده. ما مجبور بودیم که تریبون علم بکنیم که آدم حسابی های مملکت بیان توش صحبت بکنن. ما روزنامه خوب توی مملکت منتشر نمیشد، آزادی نبود، ما مجبور بودیم که نشریه دانشجویی منتشر بکنیم. اما در نهایت وقتی که ما سر ظهر مثلا کلاس ها رو تعطیل می‌کردیم، یه بلندگوی خیلی بزرگی رو می‌بردیم وسط دانشگاه می‌ذاشتیم، یار دبستانی پخش می‌کردیم، اون همونقدر خدشه به محیط علمی دانشگاه بود
که نوحه‌ای که از بلندگوی مسجد دانشگاه پخش می‌شد. من می‌خوام بگم که جریان به اصطلاح دانش داشتن دانشجوی مبارز یک کانسپتی مثل کودک کار می‌مونه. کودک کار هم به این دلیل روی کار می‌کنه که خیلی نشانه داشتن کودک کار و داشتن دانشجوی مبارز نشانه‌ای از ناداشته‌های بسیاره. کودکی کار درسته که سعی میکنه بره جور نداری و بکشه، بره جور بدبختی و بکشه و میره کار میکنه، ولی از کار کردنش نه تنها نجاتی فراهم نمیاد بلکه هزار تا مشکل بدبختی دیگه به وجود میاد. دانشجوی مبارز هم از این جنس، هم شجاعه، دانشجوی مبارز از این جنس هم شجاعه، هم قهرمانه، اما قربانی هم هست. آقای مهیمنی، شما موافقید که دانشجوی مبارز یعنی کودک کار؟ بار اضافه بر روی دانشجو گذاشتن رو موافقم. شما همین تجمعات امروز دانشگاهی رو ببینید، خب اگه فضای بیرون دانشگاه باز بود چه نیازی بود که دانشجوها بیان سنگ قبر نمادین از کشته شده های اعتراضا درست بکنن؟ چه نیازی بود بیان راجع به اعتراضای توی محشر پلاکارد و بنر داشته باشن؟ چه نیازی بود که بیان راجع به تجمعات توی عراق و لبنان پلاکارد درست بکنن؟ اینا یعنی باری که فضای بیرون دانشگاه نداره و داره بار میشه روی دانشگاه و اونا رو شاید از خواستای صنفیشون هم که آموزش برابر و رایگان و اینجور موارد هست داره دور میکنه و اونا رو میبره به حاشیه و دانشگاه ها رو خود به خود در عرصه علمی و دانشجویی به حاشیه میبره. این ولی قبول دارید که همین خواستای صنفیشون هم برآورده نمیشه، با همون هم برخوردی شدید امنیتی میشه؟ بله، همین نمونه که خانم مرتضایی هست که دانشجوی نخبه رتبه 10 کنکور دکترا بوده و به واسطه اعتراض حق صنفیش که آموزش هست رو خواست بازداشت شد و امروز دارن بهش فشار میارن که ببرنش بیمارستان روانی، به خانوادهش فشار میارن. این برخوردی میشه که با نخبه جامعه میشه توی دانشگاه اگه فشار بیرون دانشگاه بیاد روی دانشجوها. این موارد هم خود به خود به وجود میاد. ممنونم از محسن مهیمنی، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران از دوبلین ایرلند با ما، و همینطور نریمان مصطفوی، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک از فیلادلفیای آمریکا. منابع خبری در ایران میگویند یک وکیل پرونده‌های زمینخواری در مناطق حفاظت شده هدف ضرب و شتم و تهدیدهای افراد ناشناس قرار گرفت. محمد داسمه در تلاش برای جلوگیری از اجرای یک طرح ایجاد شهرک تفریحی در منطقه حفاظت شده تکاب توسط دو تاجر بهبهانی فعال بوده. این طرح فعلا با دخالت مراجع قضایی متوقف شده. از جمله حامیان این طرح عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست است. جسد تتسو ناکامورا، امدادگر معروف ژاپنی، امروز در مراسمی ویژه با حضور رئیس جمهوری افغانستان و همینطور همسر و دختر آقای ناکامورا به ژاپن منتقل شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در این مراسم از آقای ناکامورا به عنوان قهرمان افغانستان یاد کرد و گفت که عاملان قتل آقای ناکامورا مجازات خواهند شد. تتسو ناکامورای 73 ساله چهارشنبه هفته قبل با 5 محافظ افغانش در شهر جلال آباد کشته شد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. دولت افغانستان 3 ماه قبل به او به خاطر فعالیت‌های انسان دوستانه شهروندی افتخاری افغانستان را اعطا کرده. قطر تایید کرد که برای حل بحران موجود بین این کشور و عربستان سعودی مشغول مذاکره با ریاض است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، گفته میان این کشور و شماری از کشورهای منطقه خلیج فارس گفتگوهایی در جریان است تا به تحریم‌هایی که عربستان و متحدانش علیه قطر وضع کرده‌اند پایان داده شود. مناقشه بین قطر و عربستان از 2 سال پیش شروع شد. بر اساس یک گزارش علمی جدید، تغییرات آب و هوایی آبزیان، ماهیگیری و جوامع ساحل نشین را تهدید می‌کند. با گرم‌تر شدن جهان، 90% گرمای اضافی جذب اقیانوس‌ها می‌شود و به کاهش اکسیژن موجود در آنها منجر خواهد شد. پژوهشگران می‌گویند کمبود اکسیژن به نفع بعضی از آبزیان مانند عروس‌های دریایی است، ولی ماهیان بزرگتر که به اکسیژن بیشتری نیاز دارند باید به سواحل کم عمق‌تر مهاجرت کنند و آنها را در معرض خطر ماهیگیری بیش از حد قرار خواهند داد. ماه شهر طی هفته‌های اخیر به دلیل ناآرامی‌های مرگباری که در ده‌ها نقطه ایران رخ داد خبرساز شد، ولی سال‌هاست آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی در این قطب اقتصادی ایران یک بحران سلامت را برای ساکنانش رقم زده. گزارش‌ها، تحقیقات و روایت‌های متعددی از آلودگی آب و هوا و خاک ماه شهر و پرندگان و مایه‌هایش به ماده سمی جیوه منتشر شده، ولی تا حال کمتر رسانه‌ای شده. چقدر آلودگی ناشی از فعالیت‌های بی‌رویه صنایع پتروشیمی، مخصوصاً آلودگی به جیوه در ماه شهر جدی است؟ سیاوش اردلان در این گزارش کوشیده است ابعاد مسئله را بررسی کند.
مسابقه استعدادیابی در تلویزیون ایران. وقتی امسال این هنرمند ماهشهری برنده این مسابقه شد، ماهشهر صحنه جشن و پایکوبی خودجوش بود. گسستی نادر در روزمرگی‌های زندگی سخت و طاقت فرسا برای مردم این منطقه. در شهری که 4 سال پیش با گرمای احساسی بالای 70 درجه خبرساز شد، داشتن امکانات زندگی راحت ضروری است. اما سهم ساکنان بندر ماهشهر از انبوه تأسیسات صنعتی و پتروشیمی توسعه ناپایدار و غیر متوازن است. اینجا خوزستان ماهشهر. اگر ریزگردها و طوفان‌های شن به این نقطه هجوم نبرند، آلودگی هوا همیشه و همه جا نفس کشیدن را دشوار می‌کند. مخصوصا اگر موارد مکرر نقص فنی در مجتمع‌های پتروشیمی و دود غلیظ آتش‌سوزی‌هایش آلودگی هوا را تشدید نکند. اگر هم بارش باران از شدت آلودگی هوا کم کند، ساکنان ماهشهر می‌دانند نتیجه‌اش چیست. صنایع ماهشهر سالانه بیش از 10 میلیارد دلار ارزآوری دارند، اما به بهای سنگین برای مردم. سرمایه گذاری در زیرساخت‌های ماهشهر بسیار اندک است. این آبیه که ما استفاده می‌کنیم، از سامانه‌های لازم برای تصفیه آب شرب گرفته که اگر کثیف نباشد به شدت آلوده است، تا وضعیت زباله و فاضلابی که در نزدیکی خانه‌های مردم تخلیه و به حال خود رها می‌شود. نمی‌دونم به کی بگم. خانه‌های فرسوده و خرابی که در مناطق محروم ماهشهر مثل فاز 1 و شهرک طالقانی کیفیت زندگی را برای ساکنانش به گرفتاری بزرگ بدل کرده. این هم وضع خونه‌های ماست که متأسفانه خونه‌های کاملا پوسیده. شاید فقر و محرومیت اجتماعی قابل تحمل می بود اگر محیط زیست و سلامت مردم محفوظ بود. در ماهشهر ده ها واحد پتروشیمی روزانه 150 هزار متر مکعب از پساب خودشون رو وارد آبهای خلیج فارس و آبهای خرمسا می کنن. پسابهایی که بار آلودگی بسیار بالایی دارند، به فلزات مسموم، مخصوصا به جیوه. فعالیت های صنعتی در همه جای دنیا مقدار اندکی جیوه را وارد چرخه طبیعت و در نتیجه بدن انسان می کند. اما اگر به بیش از حد مجاز برسد، باعث مسمومیت و انواع بیماری ها مخصوصا نارسایی های عصبی می شود. فاجعه آلودگی خلیج میناماتا در ژاپن بین دهه 30 تا 60 میلادی بزرگترین فاجعه مسمومیت به جیوه را در جهان رقم زد. اینجا بیمارستان اصلی ماهشهر است. 9 سال پیش بود که گفته های یک مسئول سازمان محیط زیست در بازدید از این بیمارستان محافل خبری ایران را شوکه کرد. در این سفر رئیس شبکه بهداشت ماهشهر آمارهای عجیبی از تولد کودکان ناقص الخلقه، از جمله تولد 270 تا 370 کودک بدون سر در مدت 6 ماه ارائه داد. همچنین رئیس شبکه بهداشت ماهشهر از عقیم شدن شماری از مردان ماهشهری خبر داد که علت عمده آن احتمالاً وجود آلاینده‌های پتروشیمی در آب‌های خلیج فارس بوده است و قرار است این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. مسئله دیگر مورد بررسی قرار نگرفت و به عنوان یک نظر غیر کارشناسی رد شد. ماهشهر فاز 5. اما مردم منطقه تأثیرات این آلودگی‌ها را بر سلامت خود و کودکانشان می‌بینند. یا سرش بزرگه، دستاش کوتاهه، رنگش دو رنگه است، نمیدونم چشماشه، معدشه، رودشه، اینا همه و همه بستگی داره به من پدر، به خانم من که مادره. ایشون نفس و هوای آلوده و مسموم تنفس میکنیم، فردا بچه درست میکنیم، بچه‌مون میخواد چی در بیاد. روایت هایی که با نتیجه تحقیقات دانشگاه های ایران درباره آلودگی ماهی ها، پرندگان و آب و هوای ماهشهر به جیوه همخوانی دارد. این نتیجه تحقیقات دانشگاه شیراز خرداد 97. علارغم اینکه چندین سال هست که دیگه واحدهای کلور آلکالی تعطیل شده تو صنایع پتروشیمی ماهشهر، ولی متاسفانه جیوه هنوز توی محیط رسوب وجود داره و از این طریق میتونه وارد بدن ماهی بشه و در اثر استفاده ماهی توسط انسان میتونه وارد بدن انسان بشه. نگاهی فراگیرتر به دیگر تحقیقات دانشگاهی ایران، جملگی از بالاتر بودن آلودگی به جیوه نسبت به حد مجاز و استانداردهای جهانی در ماهشهر حکایت دارد. دانشگاه آزاد اسلامی، زمستان 93. همبستگی بین غلظت جیوه در آب و رسوب و تجمع آن در ماهیان حلوا سفید سید شده از خوریات مستقیم و معنی دار بود. دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 96.
میزان جذب روزانه جیوه در 23% از زنان مورد مطالعه از حد راهنمای سازمان بهداشت جهانی فراتر بود. در شهریور ماه امسال یکی از مدیران خدماتی واحدهای پتروشیمی ماهشهر به خاطر سرازیر کردن پساب صنعتی آلوده به جیوه به داخل خرموسا به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. هیچ جای دنیا همچین فضا سبز پیدا نمی‌کنی برای کودکان ما. آسیب پذیرترین قشرها در برابر آلودگی به جیوه و دیگر منابع آلاینده جنین‌ها و نوزادان و مصرف کنندگان آبزیان هستند. صنایع ماهشهر منبع مهم درآمد برای ایران است، ولی به علت ضعف ضوابط زیست محیطی تهدیدی برای سلامت و محیط زیست ساکنان ماهشهر نیز هست که در کنار فقر و محرومیت‌های اجتماعی ترمزی است بر شکوفایی ظرفیت‌ها و استعدادهای مردمانش. سیاوش اردلان، بی بی سی. ناصر کرمی اقلیم شناس از ترندهایم نروژ با ماست. آقای کرمی، در گزارش اشاره شد به جدیت این موضوع. نقاط مختلفی در دنیا هست که سازمان بهداشت جهانی اونها رو به عنوان کانونهای آلودگی جیوه مشخص کرده. چرا با وصفی که میشه ماهشهر در این فهرست نیست؟ خب متاسفانه سالها اطلاعات مخفی نگه داشته شده و از سال 1394 به این سو ما می‌بینیم که اولا هیچ گزارشگر مستقلی یا تحقیق مستقلی اونجا اجازه به اصطلاح فعالیت نداشته. برعکس، فقط نهادهای دولتی میتونستن گزارش منتشر کنن. نهادهای دولتی هم کلن منکر هر گونه آلودگی اونجا هستن، دیگه ما متوقف کردیم، الان دیگه منتشر نمیشه. و به همین کتمان اطلاعات متاسفانه باعث شده که من واقعا معتقدم که اون چیزی که در دو نقطه ایران هم ماهشهر است هم عسلوی است به خاطر فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی که میتونه عنوان چرنوبیل ایران به خودش بگیره، اطلاعاتش کتمان شده. و اگر شاید این ماجرای این درگیری‌ها و اعتراضات آبان ماه پیش نمی‌اومد، هیچ کس باز دوباره به ماهشهر و به پتروشیمی و به این آلودگی جیوه‌ای فکر نمی‌کرد. گفتید چرنوبیل ایران، اینقدر قضیه جدیه؟ ببینید، اینقدر ماجرا جدیه. شما اگر برگردید به قبل از سال 1394 که عملاً یک جور کنترل اخبار اونجا صورت گرفت، گزارش‌های متعددی می‌خونید از تولد کودکان ناقص الخلقه، از درصد بالای مردان عقیم شده توی اون ناحیه، اون منطقه خرموسا که به حساب منطقه‌ای است که یکی از مناطق مهم حساب صید ماهی هست توی اون منطقه، یعنی که مثلا به خصوص حلواسفید یا زبیدی که یک ماهی پرمصرفی است و ماهی به نسبت گرون قیمتی هم است، منطقه اصلی صیدش هم اونجاست توی خرموسا که مرتب استفاده می‌شده، اون جیوه اونجا رسوب کرده. این آمار به حساب تعداد عجیب غریب کودکان ناقص الخلقه یا این به اصطلاح اثری که روی سلامت مردم گذاشته شده، اگر برگردیم به اون آمارها رو نگاه بکنیم و تصور کنیم که این میتونسته ادامه داشته باشه و میتونه ادامه داشته باشه، اون چیزی است که توی به حساب گفتگوی مردم داریم میبینیم. بله، من به جد میگم که اونجا و عسلویه میتونن واجد عنوان چرنوبیل ایران باشن. اگه بخوان، منظورم مقام های حکومتی یا کسانی که دستن در کار هستن، اگه بخوان بنا رو بر این بگذارن که جلوی تخلیه پسابهای صنعتی آلوده به جیوه رو بگیرند، چه اتفاقی باید بیفته؟ چه کاری باید صورت بگیره؟ این نکته مهمتر این است که این مجتمع‌های پتروشیمی که اونجا هستن، اینا اغلب یک تکنولوژی‌های فرسوده و قدیمی دارن. نکته بعد هم به هر حال یک جور فساد مدیریتی، یعنی برای کاهش هزینه‌ها اینا حاضر نیستن هزینه محیط زیست رو بپردازن. بله، همین صنایع پتروشیمی موجود اونجا با یک فعالیت‌های مثلا، حالا فقط جیوه هم نیست، مثلا بحث هوا هم وجود داره، شاید اون چیزی که مردم بیشتر دارن حس میکنن بحث آلودگی هواست، ولی خب فیلتریزاسیون هوا مثلا هزینه خودش رو داره، بحث ممانعت از انتشار جیوه هزینه خودش رو داره. اغلب توجیهشون این، اگر ما بخوایم این هزینه ها رو بپردازیم، اینها باید تعطیل بشه. اگه تعطیل بشه، همین مردم بیکار شورش میکنن علیه ما. الان ما به دو شکل شورش رو بودستیم، مردم بیکار که شورش میکنن یا مردم بیمار که میخوان شورش بکنن. هر دو حالت منجر به شورش میشه، نتیجه این میشه که تو وضعیت موجود خوزستان، همه تصورشون اینه که فقط در آبان بود که خوزستانی اومدن خیابون. تقریبا در 3-4 سال گذشته همیشه مردم خوزستان کمابیش یک اعتراضات کف خیابونی داشتن توی مشکلات عمومی، مثل بحث‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، مشابه است با بقیه مردم ایران. ولی یک لایه عمیق مشکلات محیط زیستی که به شکل ریزگرد، یکی به شکل این حساب‌های به اصطلاح صنعتی اضافه میشه به بقیه مشکلات خوزستان. آقای کرمی، اینجا در گذشته مثلا در ساختمان‌ها از آزبست استفاده می‌شده، بعداً دیدن که بسیار مضر هست، برنامه اجرا شد، تقریباً در حد زیادی
اون رو از بین بردن. خیلی از کشورها منظورم میاد. میشه اونجا آلودگی رو پاک کرد؟ حداقل باید فعلا مانع از انتشار آلودگی شد. اما آلودگی که وارد دریا شده، این به هر حال رسوب کرده اونجا، یک مدت طول میکشه. راهش این است که تا یک دوره طولانی، اون حالا کاملا با آزمایش‌های علمی قابل حساب تعیین است که یک دوره طولانی بعد در یک شعاع گسترده از اطراف خور موسا ماهیگیری ممنوع بشه و تا خیلی پایین‌تر اینها مردم نباید هرگز از ماهی که مثلا اون حوالی تو داره صید میشه استفاده بکنن. الان هم گفته میشه که شیلاد این کارو میکنه، یعنی الان هم واقعا گشت گذاشتن که ماهیگیری نشه، ولی خب این صحبت وجود داره که به صورت غیر قانونی داره ماهیگیری انجام میشه و توی بازار شما میرید ماهی میخرید، بخش زیادیش مال همون خرموس است. به هر حال اجالتاً باید هر گونه بهره برداری از آبزیان اون منطقه تا سالیان طولانی شاید ممنوع بشه. راهش فعلا همین. ممنونم از ناصر کرمی، اقلیم شناس از ترانتهایم نروژ با ما. در میانه دعوای سیاسی بین ایران و آمریکا، ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا به یک چهارم تقلیل پیدا کرده، رویدادی که میتواند به صنعت و تولید در ایران صدمه بزند. ایران هم مدت هاست آمار تجارت با اروپا را منتشر نمی کند تا شاید ابعاد این خسارت اقتصادی مشخص نشود. شیدا هوشمندی در گزارشش آمار تجارت ایران و اروپا را بررسی کرده. زمزمه های از بازگشت تحریم ها، این بار از سوی اتحادیه اروپا، تیری با دو نشان، همراهی با امریکا و همچنین تنبیه ایران به خاطر کاهش تعهداتش در برجام. اهمیت تجارت با اروپا برای ایران بالاست. صحبت فقط از منافع اقتصادی نیست، اهمیت سیاسی آن برای سیاستمداران ایرانی بیشتر است. مراجع رسمی دولت ایران مدتی است آمار تجارت با اروپا را منتشر نمی کنند. شاید چون تجارت ایران و اروپا از زمان خروج امریکا از برجام افت چشمگیری داشته و این نشانگر مؤثر بودن تحریم های امریکاست. حالا ایران مانده و از دست دادن بخش مهمی از واردات ماشین‌آلات صنعتی که چرخیدن چرخ تولید وابسته به آنهاست. کمتر سیاستمداری از تبعات اقتصادی این دعوای سیاسی حرف میزند. پت تکر، مدیر و سردبیر بخش خاورمیانه واحد اطلاعات اکونومیست، در این باره به بی بی سی فارسی میگوید: تجارت ایران و اروپا بسیار مهمه. قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بر اساس آمار اتحادیه اروپا سومین شریک تجاری بزرگ ایران بود. حدود 16.5% از صادرات این اتحادیه به ایران بود که ارزش اون حدود 21 میلیارد بوده. روابط ایران و اروپا فقط از نظر تجاری مهم نیست، بلکه سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در ایران هم اهمیت داره، به ویژه از طرف فرانسه، آلمان و ایتالیا. آنگونه که اتحادیه اروپا میگوید، ارزش تجارت بین ایران و این اتحادیه طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی با افت چشمگیر به کمتر از 1/4 تقلیل یافته. این رقم از حدود 11 میلیارد یورو در سال گذشته به 2 میلیارد و 600 میلیون یورو رسیده. این افت ارزش تجارت که ناشی از کاهش واردات از اروپا و کاهش چشمگیر صادرات نفت به این قاره بوده، باعث منفی شدن تراز تجاری ایران و اتحادیه اروپا شده. تراز بازرگانی ایران با اتحادیه اروپا که در نیمه نخست سال 2018 مثبت 1.5 میلیارد یورو بوده، در 6 ماهه نخست سال 2019 به سمت ایران منفی شده و به حدود منفی 7 میلیارد یورو رسیده. تراز بازرگانی منفی زمانی برای یک کشور اتفاق می‌افتد که میزان وارداتش نسبت به صادراتش از شریک تجاریش که در این مورد اتحادیه اروپا است بیشتر شود. مهمترین دلیل کاهش ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا هم افت ارزش صادرات نفتی و فرآورده‌های آن است. این نمودار نشان می‌دهد که چگونه سهم صادرات نفت و فرآورده‌های آن طی 6 ماه از 89% به تقریباً 0% رسیده. در نیم سال نخست سال جاری میلادی، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا تقریباً نصف شده، اما رقم واردات ایران از اروپا
5.5 برابر صادرات به بازار واحد اتحادیه اروپا است. اول از همه این نشون میده که کشورهای اروپایی مجبورند از قانون تحریم‌های آمریکا تبعیت کنند تا هیچ خطری اونها رو تهدید نکنه. دوم، اونها از مهمترین خریداران نفت ایران بودند که حالا نفت نمی‌خرند. سوم، اتحادیه اروپا بازار مهمی برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی برای ایران بود. این هم مورد دیگریه که به خاطر تحریم‌ها محدود شده. تراز تجاری به این دلایل منفی شده. مقصد اصلی صادرات ایران در اتحادیه اروپا به ترتیب آلمان با نزدیک به 100 میلیارد یورو، ایتالیا و بعد از آن بلژیک و اسپانیا هستند. غیر از مسئله تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌های دولت ایران هم برای واردات در کاهش تجارت ایران و اروپا مؤثر بوده. هم اکنون دولت واردات بیش از 1500 گروه کالایی را ممنوع اعلام کرده. دلیل این محدودیت صرفه‌جویی ارزی و کمک به تولید داخلی عنوان شده. ولی در عمل حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از 8% کل واردات در سال 96 بوده. این نشان میده که به صرفه‌جویی ارزی کمک قابل توجهی نشده. معتقدم یکی از خوشبینانه ترین پیشنهادهایی که برای حل مشکل ارائه شده از سوی فرانسه بوده تا یک خط اعتباری برای تجارت با ایران راه اندازی بشه. نکته اینه که تراکنش های مالی از این طریق بسیار محدود خواهد بود. اما این خط اعتباری برای انتقال پول نفت به ایران کارکردی نداره. به این ترتیب فقط میشه برای خرید کالاهای بشردوستانه از این خط اعتباری استفاده کرد. اینکه آینده روابط ایران و اروپا چه خواهد شد معلوم نیست. یا اینکه فرانسه میتونه شرایط بهتری برای مذاکره با ایران و آمریکا فراهم کنه. باید منتظر بمونیم و ببینیم. ایران بارها فرصت گسترش روابط اقتصادی با اروپا را سوزانده، به ویژه در دورانی که تحریم‌های اتمی تشدید نشده بود و ایران درآمد افسانه‌ای نفتی داشت. ایران به جای اجرای پروژه‌های مشترک با اروپایی‌ها، در عمل به بازار فروش محصولات اروپایی و خط منتاج شرکت‌های اروپایی تبدیل شد. در دوران پس از برجام هم از بین صدها بنگاه تجاری که مایل به امضای قرارداد با ایران بودند، کمتر از 10 پروژه به مرحله اجرا رسید. از دست دادن این فرصتها راه را برای بازگشت به نقطه صفر هموار کرد. حالا ایران دیگر از مزیت‌های تجاری اقتصادش به جهان نمی‌گوید و تاریخ باز هم تکرار می‌شود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه و سپاسگزار از اینکه برنامه رو تا آخر دیدید.